همخونه، نوشته مریم ریاهی، قسمت 42، قسمت آخر. شهاب از دویدن یلدا غافلگیر شده بود. فکر نمی کرد یلدا آنطور پا به فرار بگذارد. فریاد زد یلدا، اما فریادش بی حاصل ماند و ناچار از دویدن به دنبال او شد. یلدا محکم به بچه های دانشجو می خورد و بدون معذرت خواهی می دوید. هیچ کس را نمی دید، هیچ صدایی را نمی شنید و فقط با تمام قدرت می دوید و می دوید. نمی دانست آیا می شود با فرار از عشق موفق شد، زندگی کرد و خوشحال بود. شاید می خواست به خود ثابت کند که می تواند. می تواند با اراده خود او را نخواهد و فرار کند و او را که همیشه پس زده بودش پس بزند. در آن 6 ماه آنقدر غرورش را تیغ زده بود که شاید حالا فرصتی برای جبران می یافت. باید خود را محک می زد. باید غرورش را دوباره پیدا می کرد. از گدایی عشق متنفر شده بود و حالا باید تلافی میکرد. یلدا حتی نرگس و فرناز و کامبیز را که مقابل در بزرگ خروجی ایستاده بودند ندید و صدایشان را که یلدا یلدا میکردند نشنید و خیابان اصلی را به قصد کوچه کنار دانشگاه پشت سر گذاشت. نفس نفس میزد. یقه ژاکت قرمزش از روی شانه ها بر روی بازویش افتاده بود و کیفش بین زمین و آسمان بیقرار بود. داخل کوچه پیچید و هنوز می دوید. شهاب بدون لحظه ای غفلت به دنبالش بود. گویی او هم هدفی جز به دام انداختن یلدا نداشت. نمی خواست این بار هم بازنده باشد. سر لج افتاده بود و عصبانی و ملتهب بود. کامبیز فریاد زد شهاب صبر کن، با ماشین میریم دنبالش. اما شهاب حتی بر نگشت که او را ببیند. نرگس و فرناز مضطرب و ترسان درون اتومبیل کامبیز پریدند و به دنبالشان رفتند. یلدا نفس نفس زنان نگاهی به پشت سرش انداخت. شهاب به دنبالش بود و فاصله چندانی با او نداشت. فریاد زد یلدا. نفس در سینه یلدا حبس شد و تلاشش بی حاصل ماند. شهاب چنگ انداخت و یقه ژاکت او را که از پشت آویزان شده بود گرفت و محکم کشید. یلدا تعادلش را از دست داد و دوباره تعادلش را سعی کرد حفظ کند. برگشت. نفس نفس می زدند. هر دو خسته شده بودند. نگاهشان روی هم بود و یلدا در هماغوشی نگاه ها غرق بود که سیلی برقاسا و کوبنده شهاب صورتش را سوزاند. دردی در وجودش پیچید که نتوانست روی پا بایستد. نیمتنه خود را روی صندوق عقب اتومبیلی که نزدیکش پارک شده بود انداخت. تمام وجودش می لرزید، مسخ شده بود. صدای فریاد کامبیز که از اتومبیلش پایین پرید شنیده شد. شهاب چی کار می کنی؟ و سر و صدای فرناز و نرگس که دست پاچه و نگران او را احاطه کردند. نرگس گفت یلدا، یلدا جون ببینم چی شد، وای لبش داره خون میاد. فرناز با خشم به شهاب نگاه کرد و فریاد زنان گفت برای همین دنبالش می گشتی؟ کامبیز دوان دوان از اتومبیل خود جعبه دستمال کاغذی را آورد و در حالی که کنار یلدا می نشست گفت سرتو بلند کن یلدا، و چند دستمال را روی هم مچاله کرد و روی زخم کنار لب یلدا گذاشت و گفت محکم فشارش بده، و نگاهی به شهاب انداخت که عصبانی تر از همیشه و نادم و نگران از رفتاری که کرده بود اخمهایش را در هم کشیده بود و دست پاچه بود. گفت نمیدونم چی باید بهت بگم. به نظر خودتون اگه یه لحظه کنار هم بشینین و با هم حرف بزنین سخت‌تر از این رفتارهای بچگونه است؟ من که فکر میکنم هر دوتون دیوونه شدین. یلدا صورتش سرخ شده بود، گر گرفته بود و هنوز نفسش جا نیامده بود. نیمه صورتش را با دستمال گرفته و به شهاب نگاه نمیکرد. شهاب نزدیکش آمد. کامبیز که هنوز نگران رفتار شهاب بود به سرعت از جا برخاست و سعی کرد جلوی او را بگیرد تا به یلدا نزدیکتر نشود. گفت چیه؟ باز چی شد؟ کجا میای؟ شهاب با حالتی جدی و عصبی گفت ولم کن. گفتم ولم کن. شهاب
تو الان عصبی هستی، یکم بهش فرصت بده، بدترش نکن. کاریش ندارم. گفتم کاریش ندارم، ولم کن. کامبیز با اکراه خود را عقب کشید. شهاب جلو آمد و در مقابل چشم‌های وحشت زده فرناز و نرگس خم شد، بازوی یلدا را گرفت و با حرکتی او را از جا بلند کرد و در حالی که به سوی اتومبیل کامبیز می‌رفت بلند گفت: سویچتو بده کامی. یلدا به دنبالش کشیده شد. کامبیز گفت: ما هم میایم. شهاب در اتومبیل را باز کرد و یلدا را به داخل هل داد و گفت: پس بجم، ما میریم خونه. فرناز و نرگس که رنگشان پریده بود با عجله سوار شدند. نرگس کنار یلدا نشست و با نگرانی پچ پچ کنان گفت: یلدا خوبی؟ یلدا نگاهش کرد. سکوت کرده بود و با خود فکر میکرد: پس من عرضه هیچ کاری رو ندارم. چی ازم برمیاد؟ اون لگد کوبم کرد، لهم کرد، خرابم کرد و من نتونستم کاری کنم. نتونستم انتقامم رو ازش بگیرم. پس دیگه هیچی مهم نیست. بذار هر چی میشه بشه. انگار واقعا اون چیزی که قراره انجام بشه خود به خود میشه. انگار من هیچ کارم. گوشه لبش بد جوری زخم شده بود و خون ریزی داشت. فرناز نگرانش بود و تند و تند دستمال را عوض میکرد. شهاب لحظه ای برگشت و دوباره نگاهشان به هم افتاد. نگاه رنجیده یلدا عذابش میداد، اما سعی کرد بر خود مسلط باشد. صدای فرناز سکوت را شکست که گفت: آقا شهاب، بهتره اول بریم درمونگاه. فکر کنم زخمش نیاز به بخیه داشته باشه. شهاب دوباره نگرانتر از قبل برگشت و به یلدا نگاه کرد و اشاره کرد که یلدا دستمالها را بردارد. یلدا آهسته دستمالها را برداشت. شهاب گفت: کامی، بریم درمونگاه. نه، جای بخیه رو صورتش میمونه. تازه چیزی نیست، یه زخم کوچیکه. یلا خانوم، شما دستمال رو زخم فشار بده، تو خونه هم بتادین بهش بزنین. تا 2 ساعت دیگه خوب میشه. یلا همچنان در سکوت بود. بغض فرو خورده ای داشت که بد جوری اذیتش میکرد. چقدر سخت بود خانوم بودنش را حفظ میکرد. دلش میخواست لحظه ای چشمها را میبست و بی آنکه نگران آبرویش باشد فریاد بزند و هرچه دوست دارد به شهاب بگوید و دلش را خالی کند. تمام تنش خیس از عرق بود. عاقبت به خانه شهاب رسیدند و اتومبیل متوقف شد. یلدا همونطور ساکت نشسته بود. شهاب در حالی که در را باز می‌کرد گفت: یلدا بیا پایین. یلدا از آمران حرف زدن او حرصش گرفت. شهاب سمت دیگر اتومبیل آمد، در کناری یلدا را باز کرد و گفت: زود باش. یلدا بدون نگاه به او گفت: من چرا باید بیام؟ شهاب نگاه غضبناکی به او کرد و گفت: برای دونستن علتش باید اول بیای. اصلا نمیخوام چیزی بدونم، نمیام. شهاب هرس میخورد، پرهای بینیش بالا و پایین میشد و از خشم رگ گردنش بیرون زده بود. دوست نداشت جلوی دیگران با یلدا بگو مگو کند. سر را کنار یلدا آورد و گفت: نمیخوام اذیتت کنم، پیاده شو. دل یلدا به تپش افتاده بود. نمیتوانست در برابر او مقاومت کند. او نابود شهاب بود. بالاخره پیاده شد. آنها که به خانه رفتند، فرناز و نرگس ملتمسانه به کامبیز نگاه میکردند. نرگس گفت: آقا کامبیز، تو رو خدا تنهاشون نذارین. یه وقت بلایی سر یلدا نیاره. عجب کاری کردیم، عجب غلطی کردیم. فرنازم گفت: آقا کامبیز، بهتر نیست ما همینجا بمونی؟ کامبیز که آرامش خاصی در چهرهش موج میزد لبخند معنیداری زد و گفت: نگران نباشین. و نفس عمیقی کشید و ادامه داد: اونا نیاز دارن که تنها باشن تا مجبور بشن به هم اعتراف کنن. مطمئن باشین هیچ کس به اندازه شهاب یلدا رو دوست نداره و نگرانش نیست. شما بهتر خوشحال باشین که هر دوشون رو به دست هم سپردیم. میدونین خانوما، تنها یه کار دیگه مونده، اونم اگه انشالله اتفاقی نیفته یه تلفن باید به شهاب بزنم. منظورم سفارش حاج رضاست. فرناز گفت: چرا تلفن کنین؟ خب میتونین به خودشون بگین. نه دیگه فکر نمی کنم به این سادگی ها شهاب رو ببینیم. دیگه باید یواش یواش آماده عروسی بشه. نیش دخترها باز شد و دندانهایشان به نمایش درآمد. کامبیز به یاد نامزد نرگس افتاد و گفت: راستی نرگس خانم، تبریک میگم. شما هم از قرار معلوم عروسیتون نزدیکه. نرگس لبخندی شرمگین زد و گفت: تشکر آقا کامبیز. کامبیز در حالی که خنده بر لب داشت گفت: ما هم دعوتی؟ حتما، اگه قابل بدونید. خواهش میکنم نرگس خانم، شما واقعا خانومی.
فرناز لبخندی روی لبش بود و چیزی نمیگفت. کامبیز رو به او کرد و گفت: فرناز خانم، فکر میکنم شما تنها موندین ها، دوستاتون زرنگتر از شما بودن. فرناز لبخند بر لب آورد و گفت: آره دیگه، اینا خیلی عجله داشتن. کامبیز از آینه نگاهش کرد، لبخند خاصی زد و گفت: پس شما عجله ندارین. اتفاقا منم عجله ای ندارم. نرگس با آرنج به پهلوی فرناز زد. فرناز دهانش به اندازه اقیانوس باز بود و میخندید. کامبیز ادامه داد: راستش دیگه دل کندن از جمع شما کمی سخت شده. فرناز برای اولین بار از کامبیز خجالت کشید و سرش را پایین انداخت و لبخند زد. کامبیز هم دستی به موهایش کشید و آهنگ شاد و زیبایی گذاشت. اتومبیل حرکت کرد و یلدا فراموش شد. یلدا بدون کلامی پشت سر شهاب پله ها را بالا می رفت. به یاد اولین باری که پا به آن خانه گذاشت افتاد. همان شبی که شهاب به او مانند یک موجود بی دست و پا و اضافی نگاه می کرد. نفس عمیقی کشید. چقدر بیتاب این بوی دوست داشتنی و خواستنی بود. بویی که با هر نفسش احساس می کرد جوانتر شده است. بویی که احساسات غریبی را در او زنده می کرد. شهاب در را باز کرد و یلدا وارد خانه شد. بغض دوباره گلویش را سیخ زد. چقدر این خانه را دوست داشت. خانه‌ای که در آن عاشق شده بود. خانه عشق. نگاهی به اساسیه و دکوراسیون انداخت. همه جا و همه چیز برق تمیزی می‌زد و دکوراسیون هم همان بود که خودش چیده بود. شهاب به آشپزخانه رفت. بعد از چند لحظه با بتادین و گاز استریل برگشت. یلدا هنوز دستمال‌ها را روی صورت خود نگه داشته بود. شهاب گفت: بشین اون دستمال‌ها رو هم بردار. یلدا در سکوت نشست. شهاب کنارش نشست و روی زخم را با دقت و تمیز پانسمان کرد. حال یلدا خراب بود. تحمل نداشت. دیگر تحمل نداشت در آن بلا تکلیفی دست و پا بزند. معشوق در کنارش و نزدیکش باشد و اون نگران از رفتار و گفتارش در برزخ معلق بماند. حرفی هم نمیزد. میخواست شهاب شروع کند. با خود میگفت: بذار کمی بیشتر پیشش باشم. بذار کمی بیشتر ببینمش. به در اتاقش که بسته بود نگاه کرد. دلش برای آنجا هم تنگ شده بود. شهاب بعد از پانسمان زخم گفت: برو تو اون اتاق خواب، مغنتو عوض کن. خونی شده، هنوز چند تا از روسریات اونجاست. شهاب دوباره به آشپزخانه رفت و بعد از دقایقی با یک لیوان شربت برگشت. آن را به هم زد و جلوی یلدا گرفت و گفت: بخور، حالتو جا میاره. یلدا نگاهش کرد و لیوان را از دست او گرفت و جرعه ای نوشید. شهاب گفت: تا ته بخور. یلدا جرعه دیگر نوشید. دوباره شهاب گفت: بیشتر. نمیتونم، دیگه نمیتونم. پاشو برو مغنعتو عوض کن. یلدا از جایش برخاست و به سوی اتاقش رفت. شهاب گفت: اونجا نه، اتاق من. و یلدا به سوی اتاق شهاب رفت. در را باز کرد و اتاق با تمام اساسیش روی سرش آوار شد. تخت خواب دو نفره شیک با سرویس گران قیمتی که در کنارش چیده شده بود. پرده های حریر و زیبایی که بسیار رویایی و در عین ظرافت دوخته شده بودند. لرزه بدی به جانش افتاد. بغض بیچارش کرده بود. پاهایش سست و بیجان شدند و در دل گفت: دیدی؟ دیدی میخواست ضربه آخر رو بهت بزنه؟ دیدی میخواست نابودی تو ببینه؟ دیدی میخواست تحقیرت کنه؟ یادش رفت برای چه به اتاق آمده. هرسی که به ناگاه به جانش ریخت جسارت آورد و با عصبانیت از اتاق خارج شد و کیفش رو از روی مبل برداشت و به سوی در خروجی رفت. گویی در خواب راه می رود. حواسش کاملا پرت بود. شهاب حراسان و دست پاچه جلوی ظاهر شد و گفت: کجا؟ چرا مقنعت رو عوض نکردی؟ برو کنار، میخوام برم. لحن یلدا سرد و جدی بود و در کلام و آهنگ صدایش گویی هیچ حسی وجود نداشت. سرمای گفتارش لرزه‌ای بر جان شهاب انداخت و شهاب گفت: کجا میخوای بری؟ میرم خونم. صدای یلدا از شدت بغض میلرزید و این عصبانیش میکرد. دوست نداشت ضعیف جلوه کند، اما دست خودش نبود. شهاب با جدیت و تحکم گفت: کدوم خونه ها؟ کدوم خونه؟ مگه قرار نبود این از اینجا که رفتی برگردی پیش حاج رضا؟ کدوم خونه رو میگی؟ اون دیگه ربطی به تو نداره. شهاب سعی کرد بر عصبانیت خود چیره شود.
نفس عمیقی کشید و برای لحظه ای چشمها را بست و دوباره نگاهش را به یلدا داد. بعد از ثانیه سکوت گفت: چرا میخوای بری ها؟ و فریاد زد: حرف بزن! یلدا به خروش آمد و گفت: تو حرف بزن، تو بگو چی تو سرت میگذره، تو بگو چرا دست از سر من بر نمیداری لعنتی! و گریه کرد و فریاد زد: تو بگو چرا دنبالم اومدی، چرا دوباره من آوردی اینجا، چی از جون من میخوای، چی آخه از من میخوای، چرا راحتم نمیذاری؟ اگه به خاطر قول و قرار حاج رضاست، به خدا همونطوری که قرار گذاشته عمل میکنه، من دوباره میرم پیشش، ازش میخوام سهم تو رو کامل بده همونطوری که قول داده. اشک‌ها صورتش را پر کرده بودند و شهاب را تار میدید، اما دلش را کمی سبک کرد. شهاب رنجیده نگاهش میکرد. دستی به موهایش کشید و روی مبل نشست. چند لحظه در سکوت ماندند. شهاب سر بلند کرد و آرام گفت: فکر میکردم اینجا رو دوست داری. یلدا که از حرفهای شهاب گیج شده بود، در میان اشک‌ها ناباورانه نگاهش کرد. معنای حرف شهاب را نمیفهمید. شاید هم شهاب قصد داشت اعتماد او را جلب کند. این به نظرش درست تر آمد. شهاب دست‌ها را در هم قلاب کرد و گفت: اگه اینقدر موندن در اینجا ناراحتت میکنه، اگه من ناراحتت میکنم باشه، حرفی نیست. من همین الان میرم، اما تو همینجا بمون. لازم نیست پنهونی خونه اجاره کنی. به دوستات بگو اساسیت رو بیارن همینجا. باز هم شهاب نتوانست حرف دلش را بزند. باز هم غرورش نگذاشت صادق باشد. ناراحت و عصبی و سرخورده از حرفهای نگفته از جا برخاست. یلدا پاک گیج شده بود و از رفتار و گفتار او سر در نمی آورد. یعنی منظور شهاب این بود که یلدا ناباورانه به حرفهای شهاب می اندیشید. ترسیده از حرفهای خودش و نگران از دست دادن دوباره شهاب چشم به او دوخت. شهاب به اتاقش رفت و بعد از چند دقیقه بیرون آمد و سویچش را برداشت و بدون نگاه به یلدا به سوی در رفت. دل یلدا بد جوری خالی شد. تنش به لرزه افتاد. بغضش به حد انفجار رسید و با صدایی که گویی از ته چاه بیرون می آمد زجه زد: شهاب! شهاب دستگیره در را چرخاند. در باز شد. لحظه ای درنگ کرد. نفس عمیقی کشید. چشمها را بست و در را رها کرد. در بسته شد. گامی به سوی یلدا که نگران و منتظر ایستاده بود برداشت و با خشونت خاصی او را در آغوش کشید. حالا هر دو می لرزیدند. شهاب با قدرت تمام او را در آغوش می فشرد و یلدا خوشنود از شنیدن صدای استخوان‌های خودش به آرامش رسیده بود. ندانستند چقدر در همان حال ماندند تا بالاخره صدای زنگ تلفن به خود آوردشان. شهاب با اکراه دستهایش را شل کرد و گوشی تلفن را چنگ زد. صدایش دورگه شده بود. گفت: الو. کامبیز گفت: الو شهاب، خوبین؟ شهاب که گیج و مست از وصل یار بود گفت: تو این موقع زنگ زدی که بگی خوبیم یا نه؟ کامبیز خندید و گفت: مگه چه موقعی بود؟ خب چی شده؟ یلا خانم خوبن؟ آره. همه چی حله؟ مشکلی نیست؟ حرفتو بزن کامی. خیلی خوب. حاج رضا پیغام داده امشب برای ساعت 8 همگی بریم امامزاده صالح، شام هم مهمونشیم. غلط نکنم این دیگه شام عروسیه. خون به چهره شهاب دوید و سرخ شد. نفسی کشید و گفت: امشب؟ آره راستی، حاج رضا گفت بهت بگم یلدا زن عقدیته. خداحافظ. ارتباط قطع شد. شهاب گوشی در دست و هاج و واج به حرف کامبیز فکر کرد و با خود گفت: پس بابا دروغ گفته بود؟ نگاه خواستنیش را به یلدا دوخت. زنجیرش برقی زد. دست یلدا بی اختیار به زیر مقنعه رفت و آویز الله را در دستش فشرد.